اگه حفظه این مریضیه باباته؟ حمزه برو کنار. چرا؟ آروم باش حمزه. چرا این کارو کردی؟ من برات مسخره بازی بودم. حمزه همینجا تمومش کن. هیچی بسازه خالت نمی کنه. این موضوع بین من و اینه. کاش من میدونستم که پشت این چهره مظلوم یه شیطان فریب کاره که بد جور فریب میده. الان پشیمونی به درد نمیخوره. این سکوت و حرف نزدن دیگه به درد نمیخوره. تو فریب کاری، یه فریب کار عوضی. خوب نقش بازی کردی هنا. خوب نقش بازی کردی. حمزه. تو میخوای به من کمک کنی؟ خودت چی فکر میکنی؟ پس به هم زمان بده لطفا. 4 سال هر روز میبینم ات، از دیدنت خسته شدم. تو میخوای به من خودت چی فکر میکنی؟ پس به هم زمان بده لطفا. تو میخوای به من خودت چی فکر میکنی؟ 4 سال هر روز میبینمت، از دیدنت خسته شدم. خدای من به رضای تو راضیم، با این اطمینان که این به صلاح منه و با این اعتماد که اگه تو راضی باشی پس همه یه اتفاقای خوب برامون میفته. من برای خودم هیچی نمیخوام، فقط میخوام حمزه دوباره به زندگی برگرده. بدون شک تو قادر به هر کاری هستی. همه ی دردای اونو به من بسپر، همه ی خوشحالیای منو نصیب اون کن. من در عوض زندگی خودم زندگی اونو میخوام. خدای عزیزم نفسای اونو بهش برگردون. آج بھی دے سدائیں پر جو زخم دل میں چھپے بیٹھے
باشه، نوبت منه. اینجا؟ اینو حرکت بدم، ها؟ اینجا گذاشتمش. حمزه، ملکتو از دست دادی. این بازی رو برنده میشم. خب اینه هاش. سامان، ببین سامان، تو کی؟ خالد تو کی پسرم اینجوری در و دیوار رو نگاه میکنه؟ کی حرف میزنه؟ کی حرف میزنه؟ بهش یه ذره زمان بده لطفا. خودتو کنترل کن، اون خوب میشه. چطور خودم رو کنترل کنم؟ به هم بگو چطور خودم رو کنترل کنم؟ تا کی منتظر حرف زدنش باشم؟ من تو حسرت شنیدن صداش هستم. سکوت اون هر ثانیه رو برای من اندازه یه سال کرده. دیگه نمیتونم منتظر باشم خالد. من خسته شدم، خسته شدم. پسرم کی حرف میزنه؟ تا کی میخوای سکوت کنی پسرم؟ چرا اینجوری داری لچ میکنی؟ داری منو جلوی همه شرمنده میکنی. به عنوان یه شوهر برای سوالات همسرم هیچ جوابی ندارم که بدم. حتی یه دلداری دروغی هم نمیتونم بهش بدم پسر. این پدر داره پیش پسرش التماس میکنه و عذرخواهی میکنه. ببخشید پسرم که نتونستم ازت محافظت کنم. دیگه تمومش کن، دیگه تمومش کن پسر. شورش در آوردی. ببین پسرم، میخوام شما و مامانو یه جایی ببرم. پدرتون خونه هستن؟ حمزه، اومدیم پدرتونه ببینیم. جناب صدیقی، مطمئنان اینجوری اومدنمون خیلی براتون عجیب به نظر میرسه، چون ما دو تا خانواده آشنای قبلی هم نداریم، اما برای دلیلی که داشتیم
اینجا اومدنمون خیلی الزامی بود. از اینکه تشریف آوردید خیلی خیلی ممنونم. امرتون رو بفرمایید، چه کمکی از دستم برمیاد؟ در واقع ما اومدیم تا دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. خیلی بزرگی کردید، اما این ممکن نیست، چون هنا دخترم عقد کرده. خیلی بهتون تبریک میگم. عمو براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری هنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. راستش رومیسا رو توی مهد کودک دیده بودم. اگه میخواستم میتونستم با خودش حرف بزنم، اما تربیت و ادبم به همین اجازه رو نداد. خواستم از طریق خانواده پیش برم. اگه شما مناسب بدونی رومیسا رو صدا بزنید. بله حتما. حالا هنا دخترم، برو رومیسا رو صدا بزن. پاسخ سوالات خود را در قسمت بعدی بدید. مهارا مهارا مهارا